ولکر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز سه شنبه سیزدهم شهریور خواستار تحقیقات مستقل درباره گزارش هایی شد که ادعا شده شپنظامیان حماس شش اسرائیلی را اعدام کردند دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای اعلام کرد ما از گزارش ها مبنی بر اینکه شش اسرائیلی را اعدام کردند وحشت کرده ایم این یک جنایت جنگی محسوب می شود. ولکر تورک خواستار تحقیقات مستقل بیطرف و شفاف است و عاملان این اقدام باید پاسخگو شوند. روز یک شنبه بعد از اینکه اسرائیل اعلام کرد که اجساد شش نفر از اسرا کشف شده خشم عمومی علیه نتانیاهو تشدید شد وزیر خارجه اسرائیل در پی کشته شدن این شش گروگان اسرائیلی که زمان کوتاهی پیش از رسیدن ارتش این کشور به تونلی در رفح اعدام شدند خواستار افزایش تحریم های جهانی علیه ایران و گروه حماس شد در پی اعلام این خبر اعتصابات و به دنبال آن تظاهرات گسترده شبانه در تلاویو و سایر شهرها آغاز شده که بزرگترین اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه محسوب می شود والدین شماری از این گروگان ها و گروهی از معترضین بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که در دستیابی به توافق اخلال کرده و این معترضین گفتند که اصرار بنیامین نتنیاهو به لزوم ادامه استقرار ارتش اسرائیل در دالان فیلادلفی در جنوب نوار غزه با خاک مصر مانع از دستیابی به توافق است صدها هزار اسرائیلی در روزهای گذشته در تلاویو، اورشلیم و سایر نقاط این کشور تجمع اعتراضی کرده و بر لزوم دستیابی به توافقی برای بازگرداندن زنده بقیه گروگان ها از غزه تأکید دارند. اما نخست وزیر اسرائیل دوشنبه شب در یک نشست خبری در توضیح دلایل خود در خصوص لزوم استقرار ارتش اسرائیل در کریدور فیلادلفی گفت محور شرارت به محور کریدور فیلادلفی نیاز دارد اشاره او به محور شرارت ایران و گروه های مورد حمایت آن در منطقه است بنیامین نتانیاهو گفت از این کریدور در طول سالها تسلیحات مورد نیاز حماس از بیرون به داخل غزه منتقل شده و در صورت خروج اسرائیل از این جاده 14 کیلومتری قاچاق تسلیحات از سر گرفته خواهد شد و اسرائیل برای ورود دوباره به آن با فشار عظیم سیاسی جهانی روبرو خواهد شد